إلى سوريا، حيث قالت الهيئة العامة للثورة السورية أن طائرات النظام طبق گزارش اتاق عملیات رزمندگان مناطق مسکونی شهرهای هریتان و هنانه از توابع حلب آماج حملات هوایی با بمب‌های بشکه‌ای و انواع موشک قرار گرفت. متاسفانه تا به حال حداقل 22 نفر جان خود را از دست دادند. ساکنان شمال شهر هومس میگویند هواپیماهای جنگی اسد روزانه بر آسمان مناطق مختلف این شهر پرواز میکنند تا اگر مکانی هنوز سالم است آنجا را نیز به ویرانه تبدیل کنند. ساکنان میگویند ما روزهای متوالی است که با این صحنه مواجه هستیم. نظام غدار طلع. نظام آدمکش اسد همه چیز ما رو خراب کرده. ما هیچ کدوم مسلح نیستیم. تو این ویرانه ها که میبینید زنان و کودکان زندگی میکنن. شهر تلویسه روز دوشنبه دو بار مورد حمله هوایی قرار گرفت که باعث ویرانی منازل و اماکن عمومی گردید. شهروندان در تلاش هستند قربانیان را از زیر آوارها بیرون بیاورند و مجروحین را به بیمارستان‌های اطراف برسانند. این کودک بر اثر بمباران مناطق مسکونی که توسط اسد انجام میشه مجروح شده. به غیر از این کودک ده ها نفر از خواهران و برادران هم کشته و مجروح شدند که بین کشته شده ها یک کودک دیگه هم وجود داشت. به مدت 20 روز متوالی است که اهالی هومس و شهرهای اطراف آن در زیر شدیدترین حملات هوایی قرار دارند. فعالان گزارش کردند فقط در روز یکشنبه 20 نفر از ساکنان قربانی این حملات بودند. هومس و خصوصا شهرهای شمالی این منطقه مستمرن در زیر بمباران‌های وحشیانه قرار دارند، ولی اسد و تمامی نیروهای او هنوز نتوانستند به مقاومت اهالی این شهر لطمه‌ای وارد کنند. پیشروی رزمندگان در تمامی مناطق سوریه چاره‌ای به غیر از متوسل شدن او به جنایت و کشتن غیر نظامیان برای مرعوب کردن آنها نگذاشته است، غافل از اینکه مردم سوریه با پرداخت سنگین ترین بها فقط به سقوط دیکتاتور فکر میکنند. سخنگوی ارتش آزادی سوریه اعلام کرد یگانهای رزمی این ارتش در منطقه قنیتره بلندی‌های شرق این منطقه به نام تل احمر را به طور کامل تحت کنترل خود گرفتند. این عملیات که جزی از طراحی اتاق عملیات بود بعد از تصرف تل الجابیه و به کنترل درآوردن پادگان موسوم به 61 نیروهای اسد و تصرف سه دیوار دفاعی این نیروها در اطراف شهر آزاد شده نوا بود. با اتمام این سلسله عملیات رزمندگان همکنون از شرق تا غرب شهر درعا در کنترل خود دارند. ارفع الاذان على تل احمر شرقي. بعد ما يقرب العشرة ايام على بعد از گذشت 10 روز از تصرف تل احمر غربی رزمندگان توانستند شرق این بلندی ها را نیز فتح کنند. برای رسیدن به این هدف درگیری های گسترده ای از شهر درعا تا منطقه قنیتره امتداد داشت. درگیری برای آزادسازی شرق تل احمر در مجاورت روستای الکردونا در غرب این منطقه شروع شد و رزمندگان در ابتدا بیش از 40 مزدور اسد را به هلاکت رساندند و 25 نفر دیگر را به اسارت درآوردند که در بین آنها افسران رده بالای اسد نیز وجود داشتند. همچنین رزمندگان در این عملیات تعدادی از ادوات نظامی دشمن را منهدم کردند و به تعداد زیادی از تانک ها، زرهی های بی ام پی، توپ های سنگین و انبارهای پر از موشک های پیشرفته ضد هوایی دسترسی پیدا کردند. تسخیر آخرین نقطه در شرق تل احمر به محاصره 3.5 ماهه رزمندگان در اطراف شهر قنیتره پایان داد. بعد از آزادسازی کامل شهر عرفید و شهر نوا در امتداد منطقه قنیتره، در حال حاضر غرب استان درعا از وجود هر گونه عناصر و مزدوران اسد خالی و پاکسازی شد. طراحی این عملیات از روزهای پیش با تهاجم رزمندگان به تل عجابیه و تصرف پادگان 61 عناصر اسد همراه با گرفتن مرکز گردان موسوم به 74 اسد شروع شد.
رزمندگان از کشته شدن ده‌ها تن از نیروهای اسد که مجبور به ترک مواضع خود در اطراف شهر نوا شدند خبر می‌دادند که در بین آنها مزدورانی که از لبنان به سوریه اعزام شدند نیز شناسایی و دیده شدند. در آخرین تهاجم رزمندگان به تل احمر و آزادسازی کل منطقه و ساکنان آن حداقل 70 مزدور به هلاکت رسیدند و تعدادی از آنها نیز به اسارت رزمندگان درآمدند. رزمندگان برای اینکه بتوانند از سه جهت به تمامی مناطق استان درعا مسلط باشند بایستی تل جموع و تل ام الهوران را که هنوز نیروهای اسد در آنجا پایگاه دارند تصرف کنند و خود را به بلندی‌های تل الهاره برسانند. در صورت گسترش عملیات رزمندگان در این منطقه کل استان درعا آزاد خواهد شد. گزارشگران در جبهه دمشق اعلام کردند در جریان کمینی که انقلابیون در اطراف قوطه شرقی و منطقه ملیحه بر سر راه نیروهای اسد گذاشتند، توانستند ده‌ها تن از آنان را به هلاکت برسانند و یک نفر بر بی ام پی دشمن را منهدم کنند. سیاق متصل افادت مصادر میدانیه عن انسحاب مجموعات للنظام. بر اثر تهاجم گسترده رزمندگان در اطراف منطقه ملیحه، نیروهای اسد به همراه مزدورانی که از آنها حمایت می‌کنند مجبور به ترک تعدادی از مواضع خود شدند. همچنین در اطراف منطقه موسوم به الافمالیه درگیری‌ها بین انقلابیون و نیروهای اسد به شدت در جریان است. در غرب پایتخت و اطراف اتوبان بین المللی سلام و منطقه خانشیخ، رزمندگان با موشک پایگاه موسوم به 41 نیروهای اسد را در نزدیکی شهر هرستا زیر آتش سنگین قرار دادند. با وجود اینکه نیروهای اسد طی 10 روز گذشته با پشتیبانی مزدوران حزب الشیطان بارها به شهر ملیحه دمشق هجوم آوردند، ولی رزمندگان تماماً هر بار با وارد آوردن خسارات آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. بیشتر حملات رزمندگان در شمال این منطقه بود. آنها در این حملات تعدادی از تانک ها و ادوات نظامی اسد را منهدم کردند. در شرق این منطقه رزمندگان با عملیات های پراکنده بارها بر سر راه مزدوران حزب الشیطان کمین گذاشتند. این مزدوران قصد داشتند با پشتیبانی هوایی منطقه را تصرف کنند. گزارشگران از درگیری های گسترده در قوطه غربی و ناحیه خانشیخ خبر دادند. رزمندگان بارها مواضع دشمن را در پایگاه 41 خمپاره باران و موشک باران کردند. این پایگاه در نزدیکی شهر هرستا قرار دارد. در قلب پایتخت نیز درگیری ها بین انقلابیون و نیروهای اسد در جریان است. رزمندگان از ورود مزدوران به مناطق تحت کنترل خودشان ممانعت می کنند. آنها تعدادی از مزدوران را به هلاکت رساندند. اما در منطقه الزبلتانی و در شرق این منطقه رزمندگان به یک مرکز نظامی اسد با شلیک خمپاره حمله کردند. در منطقه جوبر نیز در جریان درگیری‌ها تعدادی از نیروهای اسد به دست رزمندگان به هلاکت رسیدند. ستقتل في صفوف النظام اثر الاشتباكات التي دارت هناك. رزمندگان دلیر سوریه در سلسله عملیاتی در حلب توانستند برخی مراکز دشمن را تسخیر کنند و ضربات سنگینی به آنها وارد آورند. رزمندگان سوری در حلب با تهاجم به اتاق عملیات نیروهای اسد این محل را به طور کامل از بین بردند و تلفات سنگینی به این نیروها وارد آوردند. از دستاوردهای دیگر این عملیات دسترسی رزمندگان به منطقه صنعتی و بازارهای قدیمی این شهر مانند بازار سویقا و الزهراوی بود. از این طریق راه امدادرسانی نیروهای اسد به داخل قلعه حلب مسدود شد. این درگیری‌ها با سلاح‌های نیمه سنگین ادامه دارد و رزمندگان در تلاش برای ورود به مراکز دشمن در محله‌های قدیمی شهر حلب هستند. رزمندگان شهر حلب برای ورود به محله استراتژیک باب الفرج 3 مرکز نیروهای اسد را متلاشی کردند. در همین اسنا و در جریان درگیری‌ها رزمندگان محل تجمع مزدوران اسد در منطقه بوستان و کلاب را
که به گفته رزمندگان مزدوران ایرانی اسد در آن مستقر بودند، با آتش خمپاره هدف قرار دادند. رزمندگان مرکز پلیس در محله العزیزه را زیر آتش سنگین گرفتند تا این مزدوران نتوانند برای کمک به نیروهای اسد که در محله قدیم در محاصره رزمندگان قرار دارند اقدامی صورت بدهند. اتاق عملیات جبهه اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان برای به تصرف درآوردن حلب قدیم و بازار الزهراوی و سویقا و همچنین مرکز امنیتی نیروهای اسد مستقر در قلعه این شهر که تاکنون ساکنان شهر را مورد بیشترین حملات و تجاوزات قرار دادند اقدام کردند و این مزدوران را به سزای اعمالشان رساندند. قرائت بیانیه صادره از سوی رزمندگان. ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين العزل في مدينة حلب. تبدأ الهيئة العسكرية في الجبهة الإسلامية عملية واسعة النطاق استخدمت فيها خططا استراتيجية عسكرية عالية المستوى، وتهدف هذه العملية إلى ألف تحرير منطقتي السويقة والزهراوي بالكامل، ب فرض طوق أمني كامل على قلعة حلب التي اتخذتها قوات الأسد مقرا لقيادة عملياتها. وتخبر الهيئة العسكرية في الجبهة الإسلامية قوات الأسد بأنهم سيكونوا أثرا بعد عين كما في العمليات السابقة في زلزال حلب وغيرها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين رئيس الهيئة العسكرية في الجبهة الإسلامية محمد زهران عبد الله علوش. في حما أيضا يقوم الجيش الحر بنشر عدد كبير من المضادات الجوية على خطوط التماس. بر اساس طراحی اتاق عملیات رزمندگان در شهر حما تمامی اطراف این شهر مجهز به ضد هوایی شده است تا راه ورود هواپیماها و هلیکوپترهای رژیم اسد بسته شود. مصاحبه با یکی از رزمندگان. هنا قمنا بالتنسيق مع غرفه العمليات والمراصد الموجوده في المنطقه. طبق دستور اتاق عملیات تو این منطقه و برای مقابله با بمباران های هوایی مناطق مسکونی در اینجا و شهر مورک و کفرزیتا و خانشیخون تلاش کردیم مسیرهای هوایی ورود هواپیماهای اسد به این مناطق رو ببندیم. من الاغاره على اي نقطه داخل المدن والنقاط للمقاتلين. هل هذا آیا شما از وجود پروازها با خبر میشوید؟ بله، ما از زمانی که هواپیماها از فرودگاه بلند میشن توسط اتاق عملیات خبردار میشیم و در آماده باش هستیم. چندین نفر به صورت شبانه روزی فرودگاه های اسد و تحرکات دشمن رو رصد میکنن و به ما خبر میرسونن. لرصد اي تحرك للعدو كانوا ارضي وكانوا جوي. هل في اغلب الاوقات فکر میکنی با این کار بشه از شدت بمباران های هوایی کم کرد؟ قوم التي قوم بها الطيران المروحي او الحربي الحمد لله بفضل الله تعالى. به لطف خدا بعد از استقرار ما دشمن یک بار هم نتونسته به این نقطه و شهرهای اطراف حمله کنه. ساکنان نفس راحتی تو این مدت کشیدن و بعضن اونهایی که منازلشون رو ترک کرده بودن بر میگردن. تا زمانی که ما اینجا هستیم اجازه نمیدیم احدی به این مناطق و ساکنان اون آسیبی برسونه. ولا يمكن باذن الله طول ما اننا موجودين نحن على الارض باذن الله لن يحصل اي تقدم للعدو لا ارض ولا جو. رزمندگان سوریه موفق شدند یک هواپیمای میگ رژیم اسد را بالای آسمان فرودگاه نظامی دمیر هدف قرار دهند. تصویر سقوط این هواپیما توسط رزمندگان تهیه شده است. الله اکبر اصابه طائره میگ. الله اکبر اصابه طائره میگ. الله اکبر. كما بث ناشطون صورا تظهر استهداف. در ادامه تهاجم به پایگاه جنگی الدمیر رزمندگان این فرودگاه را با موشک گراد هدف مستقیم قرار دادند. انظر ماذا تفعل به كتيبه المهام الخاصه
لواء الشباب الصادقين. الله أكبر وللعزة لله، الله أكبر وللعزة لله، الله أكبر وللعزة لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إصابات مباشرة داخل المطار، الله أكبر، الله أكبر. في المهام الخاصة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لعزة الله، الله أكبر، الله أكبر. إصابات مباشرة داخل مطار دمير الحربي، الله أكبر لعزة الله. كتيبة المهام الخاصة لواء الشباب الصادقين، الله أكبر.